سوسک درختی که در تصویر داره میبینیم به نام علمی چیا سوگناتوس گرانتی هست. بیشتر در مناطق پردرخت جنگلی کشور آرژانتین زندگی میکنه، البته در کشورهای دیگه آمریکای جنوبی هم دیده میشه. سلام به همراهان عزیز کانال، سلام به علاقمندان دنیای زیست شناسی و سلامت. امیدوارم که حال همه شما خوب باشه. حسینی هستم با یک ویدیو جدید از دنیای زیست شناسی. امروز قراره در مورد سوسک درختی که به نام علمی چیا سوگناتوس گرانتی هست صحبت کنیم. همونطور که گفتیم مکان زندگیش بیشتر در درختان یا در جنگل‌های آرژانتین. خیلی کوتاه قراره در مورد خصوصیاتش صحبت کنیم. اگر علاقمند به موضوعات زیستشناسی و دنیای سلامتین، حتما کانال را سابسکرایب کن. این سوسک درختی در حقیقت همونطور که در تصویر میبینیم این سوسک درختی بزرگه، ظاهری عجیب با بدنی پوشیده از خزهای و مویکهای خیلی کوچیک و خاص داره. رنگی سوسک معمولا بین این دو رنگ قهوه‌ای یا سیاه هست و یا ترکیبی از رنگ قهوه‌ای و سیاهه. جنس نر این سوسک ها در حقیقت شاخه های برجسته ای داره، یا در حقیقت شاخک های برجسته ای داره که برای حمله به دشمنا و یا درگیری با دیگه نرها از این شاخک های خودش استفاده میکنه. بعضی مواقع داشتن شاخک های بزرگ سبب جذب جنس مخالف یا جنس ماده میشه، یعنی اون سوسک درختی که شاخک های قوی تر و بزرگتری داشته باشه جنس ماده رو بیشتر به خودش اترکت یا جذب میکنه. آرواره‌های جنس نر برای حفظ کردن جفت هم از اونا استفاده میکنه، هرچه قوی تر و محکم تر باشه سبب ماندن و جذب بهتر جفت میشه. سوسکای درختی برای پیدا کردن جفت یک ابتکار عجیب و جالبی دارن. معمولا چندین متر از درخت ها بالا میرن، گاهی وقتا حدود 20 متر، و در بالای درخت دنبال جفت میگردن و اگر یه نر رو بالا پیدا کنن باهاش درگیر میشن. معمولا نرهایی که با هم دیگه درگیر میشن با آرواره های خودشون بیشتر با هم دیگه درگیر میشن و سعی میکنن آرواره هاشون رو زیر بالهای سوسک مقابل قلاب کنن و در نهایت اونو بالا بکشن و کاری بکنن که از اون ارتفاع 20 متری درخت بیفته پایین و خودشون به صورت تنها در حقیقت دنبال ماده یا جفت بگردن. چارلز داروین این نوع در شیلی در دومین سفر دریایی که انجام داد جمع‌آوری کرد و وقتی که بیشتر روش مطالعه کرد گفت آرواره های سوسک انقدر قوی نیست که ما مثلا اگر انگشتای خودمون رو لای آروارهاش قرار بدیم به ما آسیب برسه. از لحاظ اندازه و رشد فک نرها در حقیقت نرهای بزرگ و بالغ ممکنه تا حدود 90 میلیمتر برسه که بزرگتر از کل بدنشونه، در حالی که ماده ها حدود 25 تا 37 میلیمتر اندازه فک اونه. فک بالایی نرها همونطور که در تصویر میبینیم در قاعده خیلی محکمه، محکم چسبیده به سرش و دندانهای خیلی بزرگی داره، از کل بدن بزرگتره. چشمای این سوسکا معمولا کوچیکتره، خیلی کوچک است نسبت به سوسکای دیگه. شاخک های اونها کوچیک و در رأس سر وجود داره. قفسه سینه اونها پهنه و در کنارها و در اطراف بدن موجک های یا مویه های خیلی زیاده دارن. امیدوارم از ویدیو لذت برده باشین، برای شما جالب بوده باشه. تلاش کردم به صورت خیلی خلاصه و کوتاه در مورد سوسک درختی که در تصویر دیدیم خدمت شما توضیح بدم. اگر علاقمند به موضوعات زیست شناسی هستین حتما کانال سابسکرایب